برام خداوند بخشاینده و مهربان سلام بر شما بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستن امروز 17 فوریه و برابر با 28 دلوست توجهش برای میکنم به مهمترین خبرهای افغانستان اگر از دریچه فیسبوک بیننده هستین به اشتراک بمانید جبه آزادی افغانستان گفته است که در اثر یک حمله بر مواضع طالبان در شهر کابل یک عضو طالبان را کشته و دو نفر دیگرشان را زخمی نموده است این جبهه با نشر خبرنامه نوشته است که این حمله حوالی ساعت 7:30 پنجشنبه شب 27 دلو در یک پاسگاه امنیتی گروه طالبان در چهارراهی اسبها از مربوطات حوزه 15 امنیتی شهر کابل انجام شده است گروه طالبان اما تا به حال در این مورد چیزی نگفته است از ولایت دایکندی خبر رسد که گروه طالبان نه تن به شمول هشت هزاره و یک سعید را به دلیل خدمت در حکومت پیشین از صف پلیسشان اخراج کرده است بر اساس گزارشات کمیسیون تصفیه صفوف طالبان نه نفر که سرباز ساتنمن و افسر حسن را به دلیل کار کردن در حکمت پیشین از بخش مختلف فرمانده امنیه این ولایت بدون کدام دلیل معجب برکنار کرده است. جواد، سارمن ظاهر جویا، رضا مجاهدزاده، ساتنمن سید علی، اسحاق علی، ساتنمن عارف، نصیم نسیم و محمد کسانی هستند که گروه طالبان آنان را برکنار کرده است. این افراد میگوید مسئولان محلی طالبان در ولایت دایکندی به صورت خودسرانه و بدون هماهنگی و در جریان گذاشتن وزارت داخله از طریق کمیسیون تصفیه صفوف این افراد را برکنار کرده است. منابع محلی از ولایت پکتیکا میگویند که بر اساس فیصله بزرگان قومی در این ولایت گرفتن مهریه از خانواده داماد ممنوع شده است. این تصمیم روز جمعه 28 دلو در یک نشست بزرگان قومی در ولسوالی گیان این ولایت اتخاذ شده است بر بنیاد این فیصله کسی حق ندارد از خانواده داماد مهریه که حق عروس دانسته می شود را بگیرد گروه طالبان بار دیگر تلاشی خانه به خانه را در شهر مزار شریف در شمال کشور آغاز کرده است شماره از باشندگان شهر مزار شریف در گفتگو با سنچال افغانستان میگن که طالبان روند تلاشی خانه به خانه را در قسمت های از این شهر از سر گرفته و خانه هایشان توسط این گروه تلاشی شده است بنابراین اگر شما دوستان گرامی در شهر مزار شریف زندگی میکنید و تا به حال خانه شما بار دیگر تلاشی نشده است ممکن به همین زدی ها بار دیگر طالبان به خانه شما سر زده و تلاشی کنند مطلع باشند و دوستای تان را نیز در جریان بگذارید هرچند که نیروهای طالبان این بار تمام خانه ها را تلاشی نکرده و مثلا در یک کوچه نصف خانه ها یا بیشتر از نصف آن و شاید حتی کمتر از نصف آن را تلاشی کردند اما آنچه مردم شکایت داشتند و دارند شوی رفتار طالبان با شهروندان است که با خلق وحشت و های سبک و سنگین وارد خانه هایشان جدن. در همین حال مسئولان امنیتی طالبان در ولایت بلخ گفت است که برای مبارزه با های جرمی و شناسایی اخلال کنندگان نظم شهری دست به اقدام زدن نماینده دولت چین برای افغانستان از رایزنی درباره افغانستان در, در دوحه پایتخت قطر خبر داده است آقای یوشیانون در یک رشته توییتی گفته است که با سهیل شاهین عضو ارشد دفتر سیاسی طالبان در دوحه محمد اجا سفیر پاکستان در دوحه و یوسف سلطان یکی از مقامهای ارشد وزارت خارجه قطر در برای افغانستان گفتگو کرده است و ما در مورد این گفتگو و جزئیات آن چیزی نگفته است از شهر فیضابات ولایت بدخشان خبر می‌رسد که گروه طالبان روز جمعه 11 نفر به شمال دو زن و نه مرد را و های مختلف در ملای عام شلاق زده است دادگاه عالی طالبان در اعلامیه میگوید که این افراد بعد از ادای نماز جمعه در ناحیه هفتم شهر فیضآباد و در محل سکونت آنها مجازات شدند خبری هم از پاکستان در اداره مبارزه با تروریسم خیبر پاکستان پاکستان میگوید که عامل انتحاری که روز پنجشنبه خود را در اسپینکی وزرستان جنوبی منفجر کرد از لوگر افغانستان آمده بود. ناخمات پاکستان میکرد که این فرد رحمان محسود نام داشت و عامل انتحاری که از دستیاران نزدیک فرماندهان ارشد تحریک طالبان پاکستانی نیست در خیبر پختونخوا بوده است مقام های طالبان می گوید که مرسل نبزاده عضو پیشین مجلس نمایندگان و اسماعیل محافظ وی به دست یکی دیگر از محافظانش کشته شده بود. خالد زدران سخنگوی فرماندی امنی طالبان برای کابل گفته است که فرد متهم مالیار نام دارد و در نتیجه عملیات کشفی دستگیر شده و بعد جرم خود نیز اعتراف کرده است. خبر نگران کننده هم برای مهاجران افغانستان مقیم ایالات متحده ای آمریکا. بر اساس گزارش رسانه های آمریکایی هزاران پناهجوی افغانستانی که پس از سقوط کابل در ماه آگست 2021 میلادی و آمریکا تخلیه شدند در تابستان امسال سال در مرز خطر از دست دادن مجوز کار و اخراج از این کشور قرار دارند سی بی ایس نیوز روز پنجشنبه 27 دلف گزارش کرده است که خطر اخراج این تعداد پناهجویان وجود دارد مگر اینکه کنگره ایالات متحده آمریکا اقدامات در زمینه انجام بدهد این افراد پس از تخلیه از ایالات متحده آمریکا در آگوست 2021 میلادی مجوز کار و اقامت دو ساله و این موقت را در آمریکا دریافت کرده بودند مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه نماز جمعش بار دیگر به طالبان توصیه کرده است که حتی برای یک روز هم راه علم آموزی برای زنان را نگیرد این روحانی ایرانی همچنان است گروه طالبان خواسته است که از اقوام و مذاهب دیگر در حکومت خود استفاده کنند و شایستگان را روی کار بیاورند مولوی عبدالحمید گفته است که انتقادهایش از طالبان سازنده است او پیش از این نیز از, از گروه طالبان خواسته بود که ممنوعیت آموزش دختران را رغو کند امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنان خطاب به گروه طالبان گفته است که حمایت های پیشی او از این گروه نیز به دلیل این بوده که جهاد هر کشور را علیه نیروهای اشغالگر حق می داند و معتقد است که هیچ کشور اسلامی یا غیر اسلامی اجازه ندارد در خاک دیگران وارد شده و در سرنوشت آنها دخالت کنند. مولوی عبدالحمید ادامه داد است که حمایت ما از گروه طالبان معنوی بوده و برایشان دعا کردیم و این جهاد را حق می دانستیم. امروز هم که طالبان بر کشور حاکم شدن و حکومت اسلامی تشکیل دادن آنها توصیه میکنم حتی برای یک روز هم راه علم آموزی زنان را نگیرند اجازه بدهید زنان با حفظ شرایط اسلامی درس بخوانند این روحانی اهل سنت ایرانی افزود است که او به انتقاد سازنده معتقد است و طالبان بدانند که ما دشمن نیستیم ما خیر خواهیم حضور ترورستان بین المللی در خاک افغانستان سبب شده است که رئیس جمهور تاجیکستان برتش و پلیس آن کشور دستور بدهد تاسیسات مرزی با تمام تجهیزات را به بهره برداری برسانند در واقع حضور ترورستان بین المللی و هزاران انتحاری طالب سبب نگران کشورهای همسایه شده است تاجکستان یکی از کشورهایی است که تهدید بالقوه را حس میکند به من همین منظور امام علی رحمان رئیس جمهور آن کشور به مقامهای نظامی کشورش ارتیش و شمال ارتش و پلیس دستور داده است که هفتاد تاسیسات زیربینایی مرزی از جمله پاسگاه های در حال ساخت را به فرصت با تمام امکانات در سال جاری به بهره برداری برسانند در وبسایت ریاست سایت جمهوری تاجکستان آمده است که مملی رحمان بر تشدید مبارزه با تروریسم تاکید کرده است این در حالی است که مقام های روسیه و همچنان سازمان ملل متحد تایید کرده است که نزدیک به چهار نیم تا شش هزار نیروی داعش در شمال افغانستان و مشخصا در مرز بین افغانستان و تاجکستان جابجا شده است از سوی هم شماره از مخالفان کشورهای آسیایی میانه از جمله تاجکستان و گروه طالبان پناه برده و لانه های امن برای خود در شمال کشور ساخته است از توجه همراهی همراهتان جهان سپاس تا درود دیگر بدرود